کواکبیان عضو مجلس رژیم درباره فساد حکومتی و بحران ارزی و افزایش قیمت ها گفت: قاچاق کالا و ارز به اندازه ای اوضاع وخیمی پیدا کرده که خدا شاهد است بنده به عنوان نماینده مردم خجالت میکشم از این که بگم حمایت کردم از این دولت با این وضعیت اقتصادی. شب میخوابیم روز میبینیم دلار چند هزار تومان رفت بالا، خب معلومه یه عده تشویق میشن که قاچاق ارزش چه باشن. ما وقتی که تو وضعیت فعلی هستیم حقیقتا یک دفعه میبینیم تفاوت خودروها 20 میلیون تومان با یه ماه پیش تفاوت کرده و مردم میگن آقا شما تو مجلس برای چی میرید؟ چه کار میکنید تو مجلس؟ به گزارش رسانه‌های حکومتی، دلار با قیمت 7300 تومان و سکه با قیمت 2 میلیون و 443 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. قیمت مایحتاج ضروری مردم، مسکن و خودرو نیز افزایش نجومی داشته است. گزارش را می‌بینیم در همین رابطه. یک عضو مجلس رژیم در جلسه علنی روز یکشنبه درباره وضعیت افزایش قیمت‌ها گفت: یه موضوع بسیار حساس و مهمیه الان در شرایط فعلی با این وضعیت اقتصادی. خواهش میکنم از جناب عالی اینها رو اگر شده جلسه اضطراری بگذارید، جلسه غیر علنی بگذارید، وزیر مربوطه رو بخواید. ببینید از نیازهای ضروری مردم گوشت مرغ، گوشت قرمز، گوشت سفید. امروز مرغداری ها به خاک نشستن. تو این دو سه ماه گذشته قیمت دان و قیمت هزینه های مرغداری ها اینقدر بالا رفته واقعا همشون دارن تولید رو ول میکنن. روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشت: اوضاع فعالان اقتصادی رو به راه نیست. بحران ارزی، تنش‌های قیمتی عجیب و غریب در بازار مواد اولیه، مشکلات بانکی و وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد، کسب و کار را تا حد زیادی با مشکل مواجه کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به سرعت افزایش بدهی‌های نظام بانکی و مشکلات ارزی موجود، اوضاع اقتصادی به مراتب بدتر نیز خواهد شد. آنها می‌گویند اقتصاد ایران مجموعه‌ای از بدهی‌هاست، به طوری که بخش عمده ای از این بدهی ها بدون پشتوان هستند. از این رو بحران جاری بدهی یک بحران ملی را رقم زده است. این روزنامه حکومتی در مطلب دیگری می نویسد: اول قیمت دلار را یک شبه پایین آوردند، بعد از آن گفتند دیگر دلار نقشی در مراودات تجاری ما ندارد و امروز هم کنترل بازار از دستشان خارج شده است. اکنون که ارز با قیمت پایین تری به آنها اختصاص می‌یابد، طبیعتاً باید کاهش قیمت داشته باشیم، اما نه تنها شاهد کاهش قیمت هیچ کالایی نیستیم، بلکه هر روز قیمت‌ها بیشتر رشد می‌کنند. سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: گرانی سکه روانی است که به تدریج برطرف می‌شود. بابت تعادل عرضه و تقاضای بازار سکه مشکلی نداریم. ضمن اینکه منابع کلان بانک مرکزی هم وضع مطلوبی دارد. یک رسانه باند روحانی درباره اظهارات سیف با تمسخر نوشت: مواضع سیف در مورد سکه تکرار مواضع دلاری است. میگوید همه چیز عالی است. یک رسانه باند روحانی نیز تحت عنوان اقتصاد حبابی، دستاورد تیم حبابی اقتصادی دولت نوشت: مقام‌های ارشد دولت تاکنون گرانی‌های دلار، خودرو، سکه و مسکن را ناشی از وجود حباب در بازار دانستند. حباب تنها توجیه دولت برای افزایش افسرگسیخته قیمت هاست. اگر این حباب را از شما بگیرند، چه توجیهی برای عملکرد بد خود خواهید داشت؟ آیا پس از دلار جهانگیری باید منتظر سکه جهانگیری هم بود؟ مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی رژیم و چین گفت: درباره اوضاع آشفته بازار سکه، خودرو و دیگر بخش‌ها باید به مردم اعلام کنیم که شرایط ویژه و اضطراری است. 70% ارزهای غیر دولتی هم در اختیار مدیران دولتی است. ما با یک فساد اداری سازمان یافته روبرو هستیم. این کارگزار رژیم افسود:
دارندگان پولهای کثیف حداکثر چند هزار نفرند. از جهانگیری تعجب می کنم چرا نام اینها را اعلام نمی کند. خودرو شامپو نیست که به صورت قاچاق وارد شود. وقتی بازار آشفته می شود، برخی از مدیران دولتی هم جیب مردم را نشانه می گیرند.